آقای دکتر میلانی، این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد که اخیراً آرشیو ملی بریتانیا یک سندی رو در اختیار عموم گذاشته مبنی بر اینکه محمد رضا شاه پهلوی بعد از خروج از ایران قصد داشته برای تحصیل فرزندانش به بریتانیا برود. این اسناد در ادامه مدارکی است که 7 سال پیش مشمول قانون منع محدودیت دسترسی شده بود. در این اسناد محرمانه همچنین جزئیات بیشتری درباره رد درخواست پناهندگی شاه ایران توسط مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا ارائه شده. این سند رو حتما شما دیدین. بله، یه مجموعی از اسناد هست و اینا حتی از طریق اینترنت هم بخش مهمیشون قابل دسترسی است. یکی دو تاش هست که قابل دسترسی نیست، ولی کلن نکته کلی تازه ای اصلا در این اسناد نیست. یکی دو تا جزئیات مهم درش هست که قابل به اصطلاح تأمل و اهمیت هستن، ولی اینکه قرار بود به شاه پناهندگی بدن، خانم تاچر قول داده بود که اگر نخست وزیر بشه پناهندگی خواهد داد و بعد زیرش زد، برای اینکه هم انتلیجنس سرویس هم وزارت امور خارجه هم بانک‌ها فشار آوردن که نکن، و اینکه آقای دنیس رایت رو فرستاد به اینکه به شاه بگه که بهش پناهندگی نخواهند داد. اینها همه ما میدونستیم. من با دنیس رایت مفصل صحبت کرده بودم. دنیس رایت حتی جزئیاتی رو در اون مصاحبه ها در اختیار من گذاشت که تو اینا هنوز من ندیدم. مثلا دفتر یادداشت روزانش رو که خودش برای خودش یادداشت می نوشت در اختیار من گذاشت. خطش هم خیلی ناخوانا بود، خیلی لطف کرد خطش هم برای من خون که باش به شاه چی گفته، شاه به اون چی گفته، استنباطش از برخورد شاه چگونه بوده. به همین خاطر آقای دکتر، این درسته که برای اینکه نشناسنش سیویل گذاشته بوده؟ بله، هم برای اینکه نشناسن هم سیویل گذاشته. تو این اسناد هم هست که خیلی مصر بودن. البته تو این اسناد فقط یک وجه از اینکه چرا سیویل گذاشته بود، تو این اسناد میگن که وزارت امور خارجه خیلی مصر بود که این تماس علنی نشه و معلوم نشه که انگلستان اینو فرستاده، به همین خاطر به اسم مستعار فرستادنش و با سیبیل و ریش و کلا و اینا. ولی خود دنیس رایت به من گفت که یه دلیل دیگه هم داشت. گفت که من عضو هیئت مدیره شرکت شل بودم و شرکت شل با ایران قرارداد داشت و من نگران بودم که مبادا اینکه ایرانی ها بفهمن که من در این قضیه، یعنی جمهوری اسلامی در این قضیه در دست داشتم، به منافع شل صدمه بخوره. یعنی نگرانی اصلی آقای دنیس رایت شل بود، نگرانی انگلیس لو رفتن تماس بود. و یه نکته دیگری هم که دوباره اینم در کتاب نگاهی به شاه من آوردم، واقعا برام عجیب بود. دنیس رایت گفت که وقتی با من تماس گرفتن که برو، من گفتم که به دو شرط میرم. یکی این که باید از شرکت شل در واقع به قول آخونده استمزاج کنم ببینم اونا مخالفتی نداشته باشن. دو، من یه برنامه سفر ماهیگیری برای خودم تنظیم کردم، باید سفرمو برم بعد میرم قلیه شاه. یعنی در این حد براش سفر ماهیگیری خودش مهمتر بود. مهمتر بود. خیلی برای من واقعا جالب بود و گفتگوش با شاه هم خیلی جالب بود. برای اینکه میگه به شاه گفتم، شاه خیلی سعی کرد با وقار و با طمأنینه برخورد بکنه. گفت من میفهمم ولی فکر میکنم اشتباه میکنیم. و بعد دوباره نکته‌ای که توی این اسناد نیست و من
کتاب آوردم، اینکه میگه که ازش پرسیدم که حالا که آب از آسیاب ریخته، من خیلی کنجکاو بودم چون اون وقت دنیس رایت در ایران بود دیگه، در 15 خرداد، میگه که گفتم حالا که آب از آسیاب رسیده ریخته، تعداد کشته شدگان واقعی 15 خرداد چند نفر؟ چون میدونید جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی در اون زمان، اپوزیسیون در خارج هزاران هزار رقم های عجیب غریب میدادن دیگه. رژیم شاه هم میگفت حدود مثلا 100 خورده. دانیسار گفت، شاه گفته حدود 200 نفر، که با بقیه ارقامی هم که بعدا در اومده به نظر میاد که همخوانی داره، ولی کنجکاوی دنیس رایت 15 خرداد بود و نظری هم که از شاه گرفت این بود که بیش و کم در همون حول و حوشی است که رژیم در اون زمان اعلام کرد. آقای دکتر، یه چیزایی خوندم از مطالبی از آقای گنجی، اکبر گنجی. ایشون نمیدونم حالا شما در این باره اظهار نظر میفرمایید. ایشون اولا گفتن که خدای من همون خدای ملا صدراست، خدای مولوی است و ابن عربی، در واقع خدای وحدت وجود، پانتئیسم. قرآن من هم قرآن مولوی و ابن عربی است. بعد گفته قرآن کلام خدا نیست، زاده ذهن بشر است. بعد گفته امام 12 وجود ندارد. در زمان ائمه اگر گفته میشد که ائمه معصوم هستند، قالی یعنی قلف کننده مجازات میشد. و بعد میگوید در مورد مهدی به عنوان امام، میگه تک تک امام ها در زمان حیاتشون مهدی خوانده می شدن. ایشون این افکار در ایران هم داشتن زمانهای گذشته؟ حالا اون زمان افکار آدم ها رو که آدم نمیدونه دقیقا، ولی آثارشون رو میشه قضاوت کرد. آثارشون این نبود، ولی آثارشون تا اونجایی که من خوندم و خب آثار گذشتهشون رو با دقت خوندم، آثار جدیدشون هم در حد امکان سعی میکنم همه رو بخونم، یه ذهن جستجوگری داره و دائم در تلاشی که یک دنیا رو با ذهن خودش بفهمه و تبیین بکنه و هر روز حرفای تازه‌ای میزنه. یه سری مقالات هم در یکی دو هفته اخیر در مورد نظریات جدید آقای سروش در مورد قرآن نوشته بود که آقای سروش قرآن رو خوابهای حضرت محمد تعبیر کرده بودند به عنوان خوابهای حضرت محمد، و آقای گنجی به ایشون هم جواب دادن. یک مطلبی که پایان بخش برنامه مون خواهد بود چون وقتمون داره میگذره این است که پرمشتری ترین تلگرام در ایران یه تلگرامی است به نام خانمیاب فوری. این خانمیاب فوری، ببخشید من ناچرم بخونم دیگه، یک خانم رو در اختیار هر مردی که بخواد میذاره، برای هر جلسه بین 200 تا 1 میلیون، 1,500,000 تومان میگیرن ازش، البته فقط 6 بار در ماه. زنان یائسه برای هر بار مراجعه مرد بین 70 تا 180,000 تومان. برای زن جوان غیر یائسه برای هر 4 جلسه 1 ساعته حدود 700,000 تا 1,000,000 تومان درخواست می شود. درخواست رابطه غیر متعارف پذیرفته نمی شود. مفصل مطلب در این باب نوشتند و من خلاصه شو براتون خوندم. من در این زمینه هیچ نوع تخصصی ندارم. در چی؟ در این زمینه نه تخصصی دارم و نه تجربه دارم، ولی خب بایستی تبریک گفت دیگه به
اون کسانی که یک چنین جامعه ای رو من بدونی اصلا برای من تو آمریکا از این نهادها خیلی زیاد هست، نهادهای خانومیاب خیلی زیاد هست، تو هر تلویزیونی بعد از ساعت 12 از این شماره های بهتون میدن، ولی تظاهر به تدین هم نمی کنن. میگن یه جامعه ایست به هر حال اینا هم جزو رسوباتشه. اینا که هی ادعا میکنن و هی میگن پول بیشتری بدید که ما جامعه رو پرهیز کار بکنیم، پول بیشتری از بیت المال بدید که طلبه بیشتری تربیت بکنیم، بعد از 37 سال این شده، اونها باید جوابگو باشن، وگرنه این نوع مسائل در جامعه هست و هیچ جوری هم جلوش نمیشه گرفت. تنها راش آزادیه، تنها راش اینه که مردم بتونن بدون نگرانی همراه و همدل خودشون رو پیدا بکنن. هر چی فشار بیشتر بیارید این مسائل یه جای دیگه‌ای به همین شکل بروز میکنه، ولی اینکه محبوب ترینش اینه خیلی برای منم آموزنده بود. عوض میخوام که اینو مطرح کردم آقای دکتر. خیلی ممنونم ازتون. برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. هفته آینده در خدمتتون خواهیم بود. بازم امیدوارم که سفر نرین آقای دکتر. نخیر، هفته دیگه دارم میام طرف شما برای اینکه پنجشنبه دیگه در بنیاد پارس در اورنج کانتی سخن دارم. بله بله، فرموده بودید. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم.